فصل پنجاه و ششم چگونه هورم مرا از مصر تبعید کرد وقتی فصل بهار فرا رسید آبهای نیل فرو نشست و چلچله ها به پرواز آمدند و یک روز عده‌ای از سربازان هورم وارد خانه من شدن و بیماران فقیر را که در آنجا منتظر معالجه خود بودند از خانه بیرون کردند و مرا نزد حرم ها بردند چند سال بود که من حرمحب را ندیده بودم و آن روز وقتی او را مشاهده کردم دریافتم که پیر شده و در صورت او چینهای بزرگ به وجود آمده و در گردن عزلات برجستگی پیدا کرده و قدری پشت آن مرد زیر گردن خمید است هرمحب وقتی مرا دید گفت سینوهه من چند مرتبه به تو اختار کردم که بعضی از حرفها را نزن ولی تو برای اخطارهای من قائل به اهمیت نیستی و مرا مسخره می کنی تو به مردم می گویی که شغل سربازی در مصر پسترین شغلها می باشد و اگر یک تف در بطن مادر بمیرد بهتر از این است که به دنیا بیاید و سرباز شود تو با اینکه میدانی که من علاقه دارم که نفوس مصر فراوان شود تا بتوان سربازان بیشتر از مصری ها استخدام کرد و میگویی که برای هر خانواده دو یا سه فرزند کافی است و اگر هر زن و شوهر به دو یا سه فرزند اکتفا نمایند و آنها را به خوبی تربیت و بزرگ کنند بهتر از این است که ده فرزند داشته باشند تو میگویی که تمام خدایان مصر مانند یکدیگر هستند و یکی را بر دیگری برتری نیست و در تمام معابد کاهنان تن پرور و تنبل و پرخور میباشند تو به مردم میگویی که یک نفر حق ندارد که مردی دیگر را خریداری کند و او را غلام خود نماید و باز میگویی که در سراسر مصر هر زاره که زمین را شخ میزند و در آن بذر میکارد باید مالک آن زمین گردد ولو زمین مزبور به حرم ها به فرعون مصر تعلق داشته باشد تا به مردم گفته ای که سلطنت من فرقی با سلطنت هاتی ندارد زیرا همانطور که هاتی مردم را به قتل می رساند و به زور با زنان و دختران مردم تفریح می نماید سربازان من هم قاتل مصری ها هستند و زنان و دختران مصر را می و من تمام اینها را به وسیله جاسوسان خود از تو شنیدم ولی تا امروز نسبت به تو اقدامی نکردم زیرا تو را از دوستان قدیم خود می دانستم. تا روزی که آمی زنده بود من به وجود تو احتیاج داشتم تا اینکه تو در صورت لزوم شهادت بدهی که آمی مرتکب چه اعمالی شده است ولی بعد از اینکه آمی مرد احتیاج من از تو سلب شد و دیگر تو برای من مفید نیستی بلکه به سبب چیزهایی که میدانی ممکن است تولید مزاحمت نمایی اگر تو زبان خود را در دهان نگاه می داشتی و نسبت به حکومت و سربازان من بدگویی نمی کردی می توانستی تا آخر عمر در این کشور به آسودگی زندگی کنی و چون پزشک هستی به وسیله معالجه بیماران معاش خود را تأمین نمایی ولی تو سینوه نمی توانی آرام بنشینی و مثل اینکه مجبور هستی که پیوسته من و سربازانم را مورد بدگویی قرار بدهی و من هم نمی توانم بیش از این مذمت حکومت خود را از تو بشنوم پس از این گفته حرم هوب که بر اثر حرفهای خود به خشم در آمده بود چند بار شلاق را به ساق پای خود زد و گفت سینوه امروز تو مثل کرم زمین شده ای که زمین را در باغ من فاسد می نماید و مانع از رشد گیاهان می شود تو امروز مانند خرمگس شده ای که روی می نماید و مانع از رشد گیاهان می شود و تو امروز مانند خرمگس شده ای که روی شانه های من می نشیند و مرا نیش می زند. تو امروز مانند گیاهی هستی که در باغ من رو ایده لیکن به جای گل میوه خار به وجود می آورد و من این گیاه مزر را از ریشه بیرون می آورم و آن را دور می اندازم اینک فصل بهار است و پرستوها به پرواز در و در فضا سفیر میکشند و لکلک لک ها منقار خود را بر هم میزنند و درخت های عقاقی ها گل می کنند. فصل بهار برای جانوران و جوانان فصل هیجان می باشد زیرا در این فصل بر اثر گرمای هوا و مقتضیات طبیعت میل دارند معاشقه کنند ولی پیر مردانی مانند تو که دیگر نمی توانن اشبازی کنند در فصل بهار بر اثر نیرویی که کسب می کنن پر می شون و من تصور می کنم که بر اثر پرحرفی تو می باشد که در بعضی از معابد تصاویر مرا به وسیله لجن آلوده ان و در یک معبد با سنگ گوش و بینی مجسمه مرا شکستن این است که من مجبورم که تو را از میز تبعید کنم زیرا اگر تو در میز بمانی من طوری نسبت به تو خشبین خواهم شد که اختیار عقل را از دست خواهم داد و تو را به قتل خواهم رسانید و من نمی خواهم که تو بر حسب امر من به قتل برسی برای اینکه یگان دوست دوره جوانی من هستی که هنوز زنده می باشی سینوه من تو را از مصر تبعید می کنم و تا روزی که من فرعون مصر هستم اجازه نمی دهم که تو به مصر مراجعت نمایی و هرگز تو رنگ تبس را نخواهی دید. زیرا حرفهای تو مانند شعله ای که در یک الفزار یا نیزار خوش بیفتد یک مرتبه آن را آتش میزند و وقتی آتش گرفت خاموش کردن حریق الفزار یا نیزار خوش امکان ندارد و من میدانم که بعضی از اوقات سخن از نیزه خطرناکتر می باشد و کسانی که سخنان خطرناک بر زبان می آورن باید نابود شوند و به همین جهت سکنه ی کشور حاتی جادوگران را به سیق می کشند. من نمی خواهم که کشور میس بر اثر فتن انگیزی تو دوچار جنگی دیگر با خدایان شود و به همین جهت تو را سینوهه از این کشور اخراج می کنم زیرا تو با اینکه دیوانه نیستی یک مرد عادی نمی باشی و مثل اینکه در دنیایی غیر از این جهان زندگی می کنی شاید هرم راست می گفت و من یک مرد عادی نبودم چون خون خدایان یعنی خون فرائنه مصر در عروقم جاری بود معاذا وقتی حرف های هرم هب را شنیدم خندیدم و هرمحب از این خنده بیشتر خشمگین شد و شلاق خود را بر ساق پا کوبید و گفت سینوه از خدایان تشکر کن که دوست قدیم من هستی وگرنه تو را به قط میرسانیدم لیکن به طور حتم تو را تبعید خواهم کرد و اجازه نمی دهم که بعد از مرگ تو لاشعت به مصر برگردد ولی می توانی قبل از مرگ بگویی که لاشه تو را مومیایی کنند و همانجا که زندگی می کنی به خاک بسپارند. محلی که من برای سکونت تو بعد از تبعید در نظر گرفته در کنار دریای شرقی واقع شده و همان جاست که کشتی ها از آنجا به طرف هندوستان می روند و من نمی توانم تو را به سوریه تبعید کنم برای اینکه هنوز در سوریه از آتش های گذشته اخگرهایی باقی مانده که زیر خاکستر مدفون است و وجود تو در سوریه شاید سبب گردد که خاکستر از روی اخگرها دور شود و شعله های آتش زبانه بکشد و من نمیتوانم تو را به سرزمین کوش واقع در جنوب مصر تبعید کنم زیرا تو وقتی به آنجا رفتی به سیاه خواهی گفت که تمام افراد بشر متساوی هستند و سفید بر سیاه مزیت ندارد و سیاه پوستان که به ذات کم عقل و ساده هستند حرف تو را خواهند پذیرفت و ممکن است آنها شورش کنند ولی آن قسمت از ساحل دریای شرقی که من تو را به آنجا می فرستم خالی از سکن است و تو هر قدر که صحبت کنی غیر از تخت سنگ های سرخ و کلاخ ها و شغال ها و مارها ها مستمع نخواهی داشت و من آسود خاطرم که آنها نمی توانند برای حکومت مصر تولید مزاحمت کنند و در آنجا من اطراف منطقه ای که محل سکونت تو می باشد مستحفظینی خواهم گماش و آنها موظفن که اگر تو از آن منطقه خارج شوی تو را به قتل برسانند اما چون تبعید تو به آن منطقه خالی از سکنه و دوری از تبس که می دانم بدان علاقه من هستی برای تو یک مجازات بزرگ است من دیگر از حیث وسایل زندگی تو را در آنجا در مزیقه نمی گذارم و به تو اطمینان می دهم که در آنجا خانه ای خواهی داشت و در آن خانه روی بستری نرم خواهی خوابید و غذای فراوان به تو خواهند داد و هرچه بخواهی مشروط بر اینکه معقول باشد برای تو فراهم خواهند کرد و فقط یک ممنوعیت در آنجا برای تو وجود دارد و آن این است که نمی توانی از محوت ای که باید در آن زندگی کنی خارج شوی من از تنهایی در محل تبعید بیمی نداشتم چون در زندگی بیشتر تنها بودم ولی همانطور که هرمحب گفت به تبس علاقه داشتم و وقتی فکر کردم که دیگر خاک مصر را زیر پای خود احساس نکنم و آب نیل را نخواهم نوشید و بوی تبس را استشمام نخواهم کرد محزون شدم و به هرمحب گفتم من در این شهر دوستان زیادی ندارم برای اینکه مردم از زبان من بیم دارن و از من پرهیز می کنند ولی در بین طبقات بی بزاعت چند نفر هستند که از دوستان من به شمار می و من میل دارم که برای آخرین مرتبه آنها را ملاقات و از آنان خداحافظی کنم دیگر اینکه میل دارم قدری در تبس گردش کنم و در این فصل بهار بوی شکوفه های درخت را در خیابان قوجها ها و رایحه بخور معبد ها را در حیات معابد استشمام نمایم و همینطور در آغاز شب از محله فقرا که خانه من در آنجاست بگذرم تا اینکه بوی ماهیایی که آنها مقابل خانه خود سرخ میکنن به مشامم برسد و تو هرم هب نمیدانی که من برای مشاهده زنهایی که در آغاز شب مقابل خانه ها مشغول طبخ غذا هستند و مردانی که خسته از کار مراجعت می کنن و کودکانی که در انتظار خوردن غذای شام مقابل خانه ها بازی می کنن چقدر لذت دارد و تصور نمی کنم که هیچ کس به قدر من از گردش در خیابان ها و کوچه های تف... بس در غروب آفتاب و آغاز شب لذت ببرد اگر من کلمات را با لحنی محزون به زبان می آوردم و از هرمهب خواهش می کردم که به من چند روز مهلت دهد که بتوانم از تبس خدا حافظی کنم او درخواست مرا می پذیرد. ولی بدون تذرر و اظهار عجز مانند اینکه شخصی با هم وزن خود صحبت می کند، این درخواست را از حرم کردم برای اینکه متوجه بودم که علم نباید در قبال قدرت سر تعظیم فرود بیاورد و به همین جهت فرعون درخواست مرا نپذیرفت و گفت من مردی سرباز هستم و با تأخیر در کار و هم از ابراز احساسات نفرت دارم و لذا حکم می کنم که همین حالا به وسیله یک تخت روان تو را از تبس خارج کنند و اگر کسی از خیشاوندان تو بخواهد با تو مسافرت کند من موافقت می نمایم مشروط بر اینکه او دیگر به مصر مراجعت ننماید و حتی پس از مرگ تو هم نباید به مس برگردد زیرا میدانم که او هر که باشد در مجاورت تو تحت تأثیر حرفهای خطرناک تو قرار میگیرد و اما در خصوص دوستان تو که گفتی از طبقات کم بزاعت هستند من میدانم که یکی از آنها غلامی است که سنگ آسیاب را میگرداند و دیگری نقاشی است دائم الخم که عکس خدایان را تصویر میکند و دو نفر دیگر هم از سیاه پوستان هستند و هر چهار نفر به جرم اینکه تحت تأثیر افکار تو قرار گرفته اینک به یک مسافرت طولانی رفته که مراجعت از آن امکان ندارد وقتی این حرف را از هرمهوب شنیدم خود را لعنت کردم زیرا یک مرتبه دیگر افراد بیگنا فقط برای اینکه با من دوست بودند دچار بدبختی ابدی شدند و آن وقت بدون اینکه مقابل هرم هوب رو کونمایم خواستم بروم هرم برای اینکه نشان بدهد که دیگر با من کاری و حرفی ندارد به تقلید فرعون بزرگ و گذشته مصر گفت کلام فرعون تمام شد سربازان حرم حب مرا در یک تخت روان که پرده های آن را آویخته بودن قرار دادن و در راه مشرق به راه افتادی و در مدت 20 روز از جاده ای که هرم ها به سوی مشرق ساخته بود عبور نمودیم تا اینکه به بندری رسیدیم که از آنجا کشتی ها به طرف هندوستان می رفتن. ولی چون بندر مذکور مسکون بود سربازان حرم در آنجا توقف نکردن و مرا از بندر دور نمودن و پس از سه روز به نقطه ای رسیدیم که در گذشته آنجا قریه‌ای وجود داشت ولی زار این از آن قریه رفته بودن و کسی در آن دیده نمیشد در آنجا منطقه ای را برای سکونت من محدود کردن و در وسط منطقه مزبور خانه ای برایم ساختن و آن وقت دور ای دیگر از زندگی من در آنجا آغاز شد من هرگز در خانه مزبور از حیث احتیاجات در مزیق نبودم و هرچه از اغذیه و اشربه و پوشاک و وسایل نوشتن میخواستم برایم فراهم کردند من چند سال در آن خانه بسر سر بردم و چند کتاب راجب تب نوشتم و بعد از خاتمه هر کتاب آن را در یک صندوقچه قرار میداد ولی این کتاب آخرین کتابی است که من نوشته و به همین جهت آن را اختصاص به شرح زندگی خود دادم و بعد از این کتاب اگر هم زنده بمانم دیگر چیزی نخواهم نوشت زیرا نور چشم من خیلی کم شده و دیگر دیدگان من حرکت قلم را روی پاپیروس نمی بیند من تصور می کنم که هرگاه در صدد نوشتن خاطرات زندگی خود بر نمی آمدم نمی توانستم از چند سال به این طرف بار زندگی را تحمل نمایم. من از این جهت خاطرات خود را در این کتاب نوشتم تا اینکه بتوانم وقایع حیات را از روزی که خود را شناختم تا امروز به یاد بیاورم و نیز بدانم برای چه زندگی کردم ولی اکنون که نوشتن خاطرات من تمام شده نمیدانم که برای چه زندگی می کنم و منظور من از زیستن چه در جوانی تصور می کردم که برای این زنده هستم که به پیری برسم و اینک که سال خورده شده ام حیرانم که آیا این چه آرزویی بود که در جوانی داشتم و مگر به پیری رسیدن آرزویی است که ارزش آن را داشته باشد تا انسان برای آن زندگی کند هر روز من چشم به دریا می دو. گاهی عکس های اطراف که سرخ رنگ است در دریا می افتاد و آن را سرخ جلوه می دهد و گاهی طوفان برمیخیزد و خیزد و آبهای دریا سیاه می گردد و هنگام شب دریا را سفید می بینم در روزهایی که هوا طوفانی نیست رنگ دریا از سنگهای آبی رنگ بیشتر است لیکن من از مشاهده دریا خسته شده ام زیرا دریا به قدری بزرگ و وحشت آور می باشد که انسان نمی تواند تا آخر عمر خود را به تماشای آن مشغول کند آنقدر من روی زمین صحرا کنار دریای شرقی همجوار با اقرب ها و مارها نشستم که دیگر آنها از من نمی ترسن ولی میل به دوستی با آنها را ندارم زیرا آنها اگر هم دوست شوند دوست جاهل یا دیوانه هستند و نیش خود را در بدن ما فرو خواهند کرد یک سال بعد از اینکه مرا از تبس تبعید طب کردن هنگامی که کاروان هندوستان از تبس حرکت نمود تا به ساحل دریای شرقی برسید موتی خدمت کار من که در تبس بود با کاروان آمد و به من ملحق گردید موتی وقتی مرا دید دستها را روی زانو نهاد و رکو کرد و بد چون مشاهده نمود که صورت من لاغر شده و شکمم فرو رفته گریست گفتم موتی برای چه گریه می کنی؟ موتی گفت برای این گریه می کنم که در این مدت چون تو کسی را نداشتی که برایت اقضیه لذیذ تبخ نماید و اینک لاغر شده ای. گفتم موتی زندگی من به مرحله ای رسیده که فربهی و لاغری برایم بدون اهمیت است موتی گفت سینوه آیا بارها به تو نگفتم که از طبیعت خود که تو را فریب می بر برحضر باش و جلوی زبان خود را نگاه دار ولی تو سینوه به مرحله از عمر رسیده ای که بعد از این باید عاقل شوی زیرا دیگر گرفتار استراب های ناشی از عضو کوچکی که در سینه ما پنهان است و تمام بدبختی های جهان از آن می باشد نخواهی گردید گفتم موتی تو خطا کردی که از تبس خارج شدی و به اینجا نزد من آمدی زیرا من مردی هستم مترود و هر کس غیر از نگهبانان من که سربازان حرم حب هستند با من زندگی نماید تا پایان عمر نخواهد توانست به مصر مراجعت کند زیرا حرم نه فقط مانع از مراجعت من به مصر و تبس می شود بلکه نمی کسی که با من زندگی می کند به مصر برگردد موتی گفت سینوه من عقیده دارم که واقعی که برای تو پیش آمده خیلی به نفع توست و برای اینکه حرم حب تو را به محلی خلوت فرستاده تا اینکه دوران پیری خود را در آن بگذرانی من هم از هیاهوی تبس و مزاحمت همسایگان به تنگ آمده ام زیرا دائم وسایل آشپزخانه را از من به آریت می گیرن ولی آنها را پس نمی دهن و وقتی من به آنها یادآوری می آنچه را که برده ان پس بدهن به خشم در می آیند و میگویند. مگر ما دوست هستیم که تصور کردی که دیگ و تابه تو را نخواهیم داد من در تبس مجبورم که روزی دو مرتبه مقابل خانه را جارو بزنم و باز هم مقابل خانه تمیز نیست زیرا هم سایگان پیوسته خاک رو به خانه را در کوچه می ریزن و هرچه من فریاد میزنم که این کار را نکنید نمیپذیرند دیگر اینکه در تبس خانه ما کوچک بود و ما نمی توانستیم در آنجا سبزی بکاریم در صورتی که اینجا برای کاشتن سبزی عراضی نامحدودی داریم و من در این زمین ها سبزی و به خصوص کرفس که تو بسیار دوست داری خواهم کاشت و این سرباز های تنبل و بیکار را که فرعون برای نگهبانی تو گماشته مأمور خواهم کرد که سبزی بکارن و بروند در صحرا شکار و در دریاها ماهی سید کنند دیگر اینکه من قصد دارم که در اینجا مکانی را برای قبر خود انتخاب نمایم و یک قبر بسازم و بعد از مرگ در همینجا آرام بگیرم زیرا من که هرگز پای خود را از تبس بیرون نگذاشته ام بعد از این مسافرت فهمیدم که سفر بدترین چیز هاست و میل ندارم که بعد از مرگم مرا ناراحت کنند و برای دفن از اینجا به تبس ببرند بدین ترتیب موتی در آنجا سکونت کرد و از آن پس عهدهدار پرستار من گردید و من تصور می کنم که اگر توانستم در آخرین سنوات عمر خود آسوده زندگی کنم و این کتاب را بنویسم برای این بود که موتی پیوسته از من پرستاری می کرد. موتی از اینکه برای من کاری به وسیله نوشتن پیدا شده و مانع از این می گردد که من دوچار خیالات شوم خوشوقت بود ولی می که در باطن نسبت به نوشته بی باشد و آن را بیفاید ترین چیزها می داند. موتی برای من غذاهای لذیذ تبخ می کرد و طبق آنچه گفته بود سربازان را وادار نمود که زمین را شخ بزنند و بذر بکارن و آبیاری نمایند و به صحرا بروند و شکار کنند و از دریا ماهی بگیرند. سربازان که مدت یک سال خورده و خوابیده بودند چون فهمیدند که بعد از این باید کار کنند به خشم درآمدند اما جرأت نمی‌کردند که مقاومت کنند زیرا موتی با زبان خود که تیزتر از شاخ گاو بود آنها را می آزورد و ناسزا می گفت و گاهی با حکایتی که به سبک خیش بدون رعایت نزاکت نقل می نمود سربازان را می خندانی. اما رفته رفته سربازان که در گذشته از بیکاری کسل شده بودن چون دیدن که کاری را پیش گرفته آن که مفید نیز هست به شوق آمدن و شکار صحرا و سید دریا و سبزی های تازه اغزیه آنها را فراوانتر و متنوعتر تر کرد و موتی طرز تبخی قضاهای لذیذ را به آنها آموخت. هر سال هنگامی که کاروان هندوستان از تبس به کنار دریای شرقی می آمد کابتا برای من چند بار اولاغ اشیا و هدایای مختلف و زر و سیم می فرستا. و تمام وقایع تبس را به وسیله کاتبان خود می نوشت و جهت من ارسال می نمود به طوری که من از وقایع تبس بی اطلاع نبودم و می دانستم که در آنجا چه می گذرد سربازانی که نگهبان من بودن طوری به زندگی در آنجا انس گرفتن و از وضع خود راضی شدن که گفتن حتی پس از مرگ من اگر بتوانند به تبس مراجعت کنند نخواهند کرد زیرا زندگی آنها مقرون به سعادت است و هیچ اندوهی ندارند سربازان به وسیله هدایایی که من به آنها داده بودم گاو و گوسفند خریداری کردند و از راه پرورش دام دارای بزاعت شدند اکنون از نوشتن خسته شده ام چون چشم های من دیگر علائم خط را درست نمی بیند و وقتی بچه گربه های موتی به من نزدیک می شوند و یک مرتبه روی زانوی من قرار می گیرن من حیرت می کنم که چرا آنها را ندیده بودم روح من از آنچه نقد کرده ام خسته شده و میفهمم که بدنم احتیاج به استراحت ابدی دارد من اکنون مردی نیک بخ نیستم ولی در این گوشه انزوا خود را بدبخت هم نمیدانم. من خوشوختم که پاپیروس و قلم وجود دارد چون اگر این دو نبود من نمی توانستم به وسیله نوشتن این کتاب دوره کودکی خود را به یاد بیاورم و در عالم تصور مرتبه دیگر به اتفاق مینا از جاده های بابل بگذرم و وجود مهربان مریت را در حالی که در اطراف من میگردد گردد حس نمایم و بر بدبختی کسانی که در تبس گرست نمانده گریه کنم و گندم خود را به گرست بدهم من میدانم که بعد از مرگ من نگهبانان بر حسب امر حرم حب تمام نوشته های مرا از بین خواهند برد و این خانه را ویران خواهند کرد که مبادا من چیزی روی دیوارها نوشته باشم ولی موتی برای پانزده جزوه این کتاب پانزده محفظه محکم از الیاف نخل بافته و من هر جزوه را در یکی از این محفظه ها خواهم گذاشت و سپس هر پانزده جزوه را در یک صندوقچه نقره جا خواهم داد و آن صندوقچه را در یک جعبه چوبی از چوب محکم درخت صدر که از خارج به مصر آورده می شود می گذارم. و بالاخره جعبه چوبی را در یک صندوق مسین قرار میدهم و موتی بعد از مرگ من باید آن صندوق را در قبر من جا بدهد و وی مرا مطمئن کرده که نگهبانان را فریب خواهد داد و صندوق را در قبر من خواهد نهاد من چون انسان هستم در هر انسان که قبل از من در این جهان میزیست زنده بودم و در هر انسان که پس از من به این جهان بیاید زنده خواهم بود من چون انسان هستم بعد از این در ها و گریه ها و در خوشی ها و ناخوشی ها و در نیک بختی ها و بدبختی ها و در نیک فطرتی ها و در زش ها و در ضعف و نیروی انسان های آینده زنده خواهم بود آن انسان که هزارها سال بعد از این به وجود می آید غیر از من نیست زیرا وی هم مثل من نفس می کشد و قضا می خورد و می خندد و می گرید و مرتکب جنایت می شود و احسان می کند و حرص دارد و فریب یک یا چند زن را می خورد و از بوی خوش لذت می برد و صدای موسیقی او را به وجد می آورد و روزها و هفته ها و شاید سالها در اندوه فرو می رود و از دوستان خیانت می بیند و خود به دوستان خیانت می کند و مال خیش را به وسیله بخشش یا بازی تاس تلف می نماید و چون من ورشکسته می شود و در آخر عمر در گوشه ازلت یا بین افراد خانواده می میرد به همین جهت من متاسف نیستم که این کتاب از بین برود زیرا به فرض اینکه این کتاب معدوم شود من در انسانهای آینده زنده خواهم بود این از آخرین کلام سینوه مصری که در تمام عمر حس می کرد که تنها می باشد پایان کتاب سینوه پزشک فرعون دنیای کتاب صوتی